سلام دوستان، آیدین هستم با کانال زررق. یه ویدیوی عالی دیگه براتون آماده کردم، امیدوارم از دیدنش لذت ببرید. ویدیویی که براتون آماده کردم ویدیویی است در مورد شراب هندوانه. شراب هندوانه که به صورت ارگانیک در درون خود هندوانه انجام میشه و مواد لازم برای ساخت این هندوانه. هندوانه یک عدد از این شیرای آب که احتیاج داریم به این هندوانه نصب بکنیم، اینطور اینجاش باشه که دیگه از همین مستقیم شرابمون رو بگیریم. یه دونه قفل هوا که حالا میتونید دستیش هم خودتون درست بکنید و یه مقدار انگور که به عنوان مخمر ازش استفاده کنید، اگر نه که میتونید خودتون توش مخمر بریزید. و در آخر به آرد احتیاج داریم که حالا خواهید دید به چه صورت ازش استفاده میکنیم. خب رفقای گل، داداشا اینو باید اول اندونتون ببینید، تست بکنید اندونه رو میخواید بخرید، صدا تنبک بده. بعد اینو باید از این نقطه برش بدید. ببینید اینجا میشه سرش که از توش بتونیم خالی کنیم این هندونه زیبا رو. خب این از این بعد بگیرید اینطور خالی. اینا رو میریزیم تو این دستگاهه که آبش رو بگیریم. حالا اگه اینا نداشتید، این دستگاهه ولی یه خوبی داره، حسای هندونه رو نمیشکنه، فقط خود هندونه رو میتره. اگر داشتید که از این استفاده کنید، اگر نداشتید با دست، با گوشکوب، با هرچی که دم دستتونه بگیرید هندونه رو له کنید، آبش رو ازش بدا کنید. هستاش مونده ببینید. خب گلای باغ زندگی من، حالا وقتشه که این آب هندونه ای که اینجوری قرقاتش کردیم با دستگاه رو از صافی رد کنیم و توفالاش جدا کنیم. و اینکه اینم بگم الان این آب هندونه که با دستگاه میکس کردیم و ریختیم تو این دبه رو میتونید به همین مخمر اضافه کنید و شراب هندونه تون رو شروع بکنید به ساختش، ولی من چون میخوام این شراب رو بریزم توی خود هندونه که اونطور که دیدید توشو خالی کردم، اینو میخوام بریزم توی خود هندونه. به خاطر اینکه تو اون شیرش گیر نکنه مجبورم از صافی رد بکنم و آب زلالش رو به عنوان شراب خام استفاده کنم. ولی اگر میخواید یه شراب رو از درست بکنید، میدونید تو همین دبه مخمل بریزید و کارتون انجام. خب رفقا این آب رو از صافی رد کردم، الان دیگه این آب زلال زلاله، وقت اضافه کردن یعنی نصب کردن این شیر کلمنه که اینجوری فشارش بدیم ما میشه. این هم اینجوریه، به همین راحتی اینجا سوراخ میکنم اونور میبندمش. خب این هم فکر میکنم تو این قسمت ها اینجا باشه. اوکی این چرخون هایی بری که شما ببینید. خب رفقا، من لوکیشنم عوض کردم، تشکیلاتم آوردم اینجا. این هندونه تا اینجای کار، اینم که اون آب هندونه بود. یه مقدار یادتون باشه اول کاری گفتیم انگور داریم، انگور برای همون کار الکل سازی و مخمر بشه احتیاج داریم. این انگوره رو یه خورده اینطور له میکنیم، آبشو بگیریم و مخمر این انگور بره به آب و از آب برسه به هندوانه، اونجا برای ما الکل سازی کنیم به همین راحت. Thank you.
بله صافی رد میکنم، آبش احتیاج دارم. این هم از مخمر طبیعی ما که بهش احتیاج داریم. همین مقدار کار ما رو کاملا راه میبره. خب حالا کارمون رو دیگه رسما شروع میکنیم. این آب یارویی که داریم رو میریزیم، آب هندونهی که داریم رو میریزیم و امیدوارم که فقط از این کنار گوشه شیر آب چکه نکنیم. توی هندونه هم ببینید، این از هندونه هم. حالا وقت اینه که یه حرکتی رو این بزنیم برای افت هوا، پیدا بکنم این کجاش بود فیت میشه افت هوا رو. قفل هوای من کجاست؟ آنجاست. این قفل هوا رو اینجا احتمالا وصلش کنم. بس اینجا بیست اون انجام دادیم، اینم انجام دادیم. حالا فقط یه کاری میمونه، مخمرهای طبیعی مونو توش میریزیم. اینم از مخمر. حالا باید یه خمیری درست کنیم اینجا که بسته بشه تا هوا بهش وارد نشه و هوای اضافی ازش خارج نشه. اونو من اول کار یادتون باشه بهتون یه آرد نشون دادم. این مقدار آرد داریم، یه خورده من اینا میریزیم آب. این قسمتش یه خورده برای ما سختیم، برمیدارم. خب حالا این سیستم رو روش وصل میکنیم به امید خدا بشینه روش بشستیم. این کم اینجا زیاده، اینا رو ترتمیز میکنیم. اینم اینجا یه آبم بریزیم توی قفل هوا، کار ما دیگه به پایان میرسه. دیگه یه چیز دیگه یادمت میگم، شاید از این قفل هوایی یه خورده درس کنه، یه چیزایی ببینون دوروبر اینم خورده همی بارون کنه. خب این هم از شراب هندوانه در خود هندوانه. میمونیم تا فردا پس فردا ببینیم قفل هوامون فعال میشه یا نه. حالا با هم دیگه خواهیم دید. بله دوستان، حدود یک هفته گذشته و میخوام از این هندوانه پرمحتوا رونمایی کنم. این شما و این هندوانه زیبای ما. خب همونطور که میبینید هیچ فرقی نکرده، همینجوری مثل قبلشه، ولی تو این یک هفته ای که گذشته من احساس میکنم بدنه این هندوانه دیگه یه جورای نرم شده. این خمیراش هم که میبینید خوش شده، اینطور ترک گرفته ولی هوا ازش خارج نمیشه. اینطور هم ضربه اینا میزنیم که مطمئن بشیم هندوانمون سالمه. ولی من احساس میکنم یه مقدار این هندوانه نرم شده و وقتش یه تستی ازش بگیریم ببینیم اگه اوکی که چی، اگه نه که بقیه ادامه کار رو توی دبه انتقالش بدیم. البته قفل هواش هم دیگه فعال نیست، ولی خب توی یک هفته هیچ وقت شراب به عمل نمیاد. ولی با این حال حالا ما تستش میکنیم که ببینیم چطوره و بعد یه فکری به حالش میکنیم. خب رنگش که اونقدر تغییری نکرده. به نظر من وقتی الکل وارد این شراب خام بشه مقدار باید اون رنگ قرمزش کم بشه، ولی حالا رنگش اونقدر تعریفی نداره به نظر من. حالا به هر حال میزنیم
ببینیم چطوره دیگه. به سلامتی پرندگانی که از خوشسالی مردند ولی از گندمزار نامردان نخوردند. سرسلامتی همتون. طعمش دوستان خوبه، ولی به نظر من این یه مقدار دیگه کار داره. هنوز یه مقدار شیرینه و به نظر من این حدوداً یه 5 روز یا 1 هفته دیگه باید ادامه پیدا بکنه تقریبا. و همین که من به بدنه این هندوانه اونقدر اعتماد ندارم که این شرایطو بتونه 5 روز یا 1 هفته دیگه تحمل بکنه. به خاطر همین میخوام برای این ملاطخامو بریزم توی دبه که ادامه کار توی دبه انجام بشه. اگه دوست داشتید میتونید ادامه ویدیو رو با من ببینید که داخلش هم بهتون نشون بدم ببینید چطور شده. خب این دیگه یواش یواش داره باز میشه. اوه مای گاد. البته زیادم افتضاح نیست، این سفیدی ها به خاطر اون خمیریه که با آرد درست کردیم. بذار دوربینم بیارم جلو ببینید. یه خورده داخلش همچین میزون نیست دیگه، از بدنش هم ریخته روی کار و همچین صحنه جالبی نیست. خلاصه به هر حال کار حرفه‌ای نیست دیگه، اصولش اینه که توی دبه انجام بشه. حالا این یه حرکتی بود که ببینیم شدنیه یا نه، که نتیجهش این شد. حالا من اونجایی که تست کردم میخواستم کلن ویدیو رو ببندم، ولی گفتم به هر حال این قسمت کارم به شما نشون بدم که ببینید واقعیت چطوره. به هر حال اگر وقت میذارید، سرمایه میکنید این کار انجام بدید، به هر حال در جریان باشید که انتهاش هم اینطور میشه. به نظر من این کار اصولی نیست، بهتره که شما تو همون دبه کار رو انجام بدید. و به هر حال این یه کاری بود که میخواستم ببینم واقعا شدنی هست یا نه، که به نظر من نه، شدنی نیست. همونطوری هم که دیدید موادمو به دبه دیگه انتقال دادم، قفل هواشو نصب کردم و میذارم 1 هفته دیگه بمونه و بعدش دیگه مصرفش میکنم. خیلی مخلصم. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنید. مرسی که تا اینجای کار با من همراه بودید. قربونتون برم. خداحافظ و نگهدارتون.